بیننده تازه ترین ها از یک هستین. رئیس جمهور کرزای در نشست دیروز شورای امنیت ملی کشور دستور داده است که به منظور حفظ و مراقبت تأسیسات مهم انتقال یافته از نیروهای خارجی به افغانستان، تشکیل مدیریت های حفظ و مراقبت ارتش و پلیس ملی افزایش یابد. رئیس کمیسیون انتقال تأسیسات و پایگاه های نظامی از نیروهای خارجی به نجران به افغانستان دیروز در گزارش خود در این نشست گفته است که تا کنون 335 پایگاه مختلف نیروهای ISAF و ناتو به حکومت افغانستان انتقال یافته است. 29 هراس افغان در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. وزارت امور داخله در خبرنامه نگاشته است که این عملیات ها در یک شبانه روز گذشته در مربوطات ولایت های سمنگان، فاریاب، زابل، اروزگان، لوگر و هلمند انجام شد. خبرنامه می افزاید که 11 هراس افغان دیگر در عملیات زخم برداشتند و 3 تن آنان بازداشت شدند. نزدیک به 50% نتایج قسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری دیروز اعلام شد. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، دکتر عبدالله با گرفتن بیش از 44% این آرا در صدر فهرست نامزدان است. دکتر اشرف غنی احمدزی و زلمی رسول هم به ترتیب در رده های دوم و سوم هستند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی آرای شمار از مرکزهای رایدهی را در 4 ولایت باطل اعلام کرده است. این کمیسیون همچنان از تأخیر در فرستادن برگه های شکایت 20 ولایت از سوی کمیسیون انتخابات انتقاد می کند و از احتمال دستبرد در این برگه ها نگران است. اما کمیسیون مستقل انتخابات مدعی است که تمام برگه ها 48 ساعت پس از روز برگزاری انتخابات به دفترهای ولایتی کمیسیون شکایت های انتخاباتی رسیده است. و درگیری های شدید میان هواداران روسیه و ارتش اوکراین بار دیگر اوج گرفته است. مقام های امنیتی کشور گزارش کردند که درگیری ها شب گذشته آغاز شد که از اثر آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. در این حال دولت روسیه این درگیری ها را نگاهش کرده و عامل آن را ارتش اوکراین دانسته است. این درگیری ها در حال صورت گرفته است که در نشست 4 جانبه میان آمریکا، اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا توافق شد که گروه های مسلح غیر مسئول در اوکراین باید خل سلاح شوند. وقتتان خوش، خدا نگهدار.